برادرها خوب گوش کنه، فکرتانه بگره. محترا آمدن نیم ساعت بعد حرکت داره. خوب گپایی که میگویم گوش کنه که بازدگاه اوجه نه گپ هست نه مستم که براتان بگویم. از این همیجه که حرکت میکنه، شب حرکت میکنه، میفهمه که راه راه قاچاق است. اولین چیزی که براتان میگویم، پیسای شما ایجه تصفیه شده است ما گرفتیم. هیچ حساب کتاب دیگه شما نداره. در راه از کسی از شما به هیچ عنوان پیسه نگیره. یک مسئله. مسئله دوم، گوشی هایتان، بایک هایتان خیلی فکرتان باشه که گم نشه که با صبح نگوید. در خاک ایران که رسیده یک دوست اومد به نام موسی خان، همکار اومد سو بخیر میاد شما رو تسلیم میشه. باز از اوجه بخیر کم کم روانتان میکنه که کل مسیر رو میفهمه طرف ترکیه میره. مسئله دیگه خیلی فکرتان باشه که در دریا میره. مردم نگوید کشتی کلان است، سیگپا دروغ است، کلش کشتی بادی است، کل اگه میبره. او طرف هم طرف او که میره احتمال همه چیزه از خودتان خبر داره که در این روزا مردم غرق میشه، مشکلات هست. در منطقه یونان که رسیده که باز از اوجه دیگه بخیر راهنمایی میشه، کم کم میره طرف اروپا. در این راه بردن زن بچه کلن اشتباه است. یک دو تا دوستام اگه کسی هم میبره این را ما براتان نصیحت میکنم خوب گوش کنه. زن بچه بردنش درست نیست. در راه امکان تیر خوردن، دوز، امکان حالا مرد مجرد اگه دوز هم بگره خب فوقش زیاد گپ نمیشه. حساب کو به این خاطر دیگه زنها را به هیچ عنوان زن بچه تان را نبره. گپ دیگه هم بچه ها یک تا خودتان میفهمه اینمی تعداد که هست یک تا موتر پژو سواری که در این کل تعداد تان هم 13-14 نفر گپ باید سوار شوه. 3-4 نفر لاغرهایتان جوان اونایی که قدرتمند است میشینند در صندوق. خلف ما گفته خلف شوار داشته نواخور آزاد است. یک ذره جمع بجون و دستانداز گپ هست ولی درس نداره. هر روز ما مسافر هم میبریم بخیر میرسه، هیچ گپ نیست، بخیر خوب میرسه. بره بره دیگه کم کم حرکت کنه که دیگه موترهای جزیاد ساد شدن ما خوب نیست. بره بخیر بره بره دیگه چرا ساد هستی؟ نبی برو بشی دیگه که موترهای ساد هست. برو حرکت کنه، جای ساد شدن ما خوبش نیست. نبی برو دیگه بره بشینه زود 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 حرکت کنه. بره بخیر بره. کجا میخوای بری؟ تهران. میدونم کجاش. میدونستم آبا. پول ایرانی همراه تا؟ بله. بده من؟ بس چشم. نه یا تو ماشین بهتره. چون تو رئیس بازرسی هست ببیننه دوسته همه همون درده سر میشه. بیا برو بشیم صندوق. اونجا مطمئن تر. نگران هم نباش بابا جات خوبه. فقط رسیم ترمینال جنوب و تو اتوبوس سه تا میزنم بالا سره. شنیدی سر این زامن رو بده بالا در وا میشه. بپر کن.
مادر جان خدافظ. پزشته جان برای شلوار پدرت ببر کارگاه کوتاه کن. من امروز وقت نمی کنم مادر. نه حتما باید ببری چون شب جای دعوتیم. نمیشه خودت ببری همی خیتی سر کوچه؟ نه چون من خیلی کار دارم نمیتونم ببرم. باشه چشم کجا همین بغل همین توی جای کفشی. مادر خدافظ. خدافظ مادر. سلام فرشا خانم. سلامت باشید. قربان. احمد آقا یه زحمتی براتون داشتم. میشه این شلوار بابامو براش کوتاه کنین؟ آره چرا نمیشه؟ ولی چرا نوردی کارگاه خودتون؟ مگه خودت خیاط نیستی؟ چرا؟ ولی خب امروز فرصت ندارم. بعد شب بابام اینو لازمش داره. باشه مشکل نه. اندازه اندازه‌شو زدی؟ آره اونم اندازه‌اش هم زدم. فقط بی زحمت شب با من جرات میشه میبینینش دیگه. شلوارو بهش بدین لازم داره. باشه اگه دیدمش بهش. مرسی لطف می‌کنین. ببخشید. با اجازه. خدا حافظ. Thank you.
بگو. 0938. چیه؟ اونا خورتی داره زنگ میزنه. ببینش قطع کن شماره رو میگیم. این سو کلا 50 تا بزن. ببینش کن خواه. بگو. 0938. خب. 86. بایست دو داره زنگ زدارم. قطعش کن شماره رو بگیم. ببینش کن بره. 0938. الو. آقا موسا؟ آقا موسا؟ آقا موسا؟ نبی هستم. نبی زره. مسافرای قلام سخیان. آره رسیدم تهرانم. امروز رسیدم. تهران؟ نه تهران بلد نیستم ولی خانمم بلده. الو سلام خوب هستی؟ بله ما الان مرکز شهریم. آره بلدم. نمایشگاه چیه؟ آها باش باشه باشه چشم حتما خدا بلد آدرسه؟ وایسا نبی ها؟ آمونه پایان داده. چی گفته؟ گفته فرشته من میدنم نبی آماده ایران. اگه جواب ندی گوشیره از زنگ میزنم خانه تان. شمارش رو بگیر؟ نبی تو رو خدا زنگ نزنم زنگ بزن. چرا زنگ میزنی ده فرشته؟ چرا زنگ میزنی در شیر؟ ما خود ما دارم میدنم چیکار میکنم. چرا هی دخالت میکنی تو؟ اونا اگه فرشته رو میخواستم بیدن هم موقعی که رفته بودم خواستگارش هم موقع میدادم. نه اینکه فرشته رو بلند کده بیاره ایران. خلط میکنی زنگ میزنی دخانشی؟ چرا هی دخالت میکنی تو؟ آمینم ما امروز فرشتر برم دارم مبرم ترکیه از اونجا مبرم خارج نه تو نه خانوادش هیچ گوی خوردم نمتنه فهمیدی؟ چی؟ ده تو هیچ رفتی نداره خطر نگسته نیسته خود من بلدم دارم چکار میکنم؟ چی گفتی؟ گم آخر خانشون تلفن میکنه به قرآن مجید کار نکو بلند شده به ما کار نکو بلند شده به این دندون رو تیرم ایده کنم آمینه دانتا بسته کن نفهم کنه به خانشون تلفن کرده باشی ها چی شده نبی؟ چی شده تو رو خدا دست ما بکو جانه درشته خب آمینه که از تو کلا در دفعه زنگ زده تو هم که دست ما نمونده چی شده بگو دیگه نبی جان تو رو خدا دفعه مایستان اتفاق افتاده دست ما نمونده فرشته جان چند وقت پیش برادرم سرور در یک جنگ قومی در افغانستان یک نفر را کشت بعد از او از ترس جانش گریخت رفت تاجیکستان خانواده مقتولان برای که سر خانواده ما تلافی کنن دنبال ما شدن یک دفعه مرا بردن بیرون شهر تا بکشن ولی خوشبختانه چند تا از همشهری ها رسیدن و کمک کردن گریختم فرشته جان نه افغانستان نه ایران دیگه برای ما امنیت ندارن چون که خبر دارم خیش قومای او مقتول در ایران زیاد است ما و تو امروز هر طور شده باید از ایران بریم به همین خاطر زودتر از وعده‌ای که مانده بودم آمدیم اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو جوان سواحل یونان همچنان قربانی می‌گیرد شب گذشته بر اثر واژگون شدن قایق مهاجرانی که قصد رفتن به اروپا را داشتند بیشتر از 140 نفر جان خود را از دست دادند
گزارش های رسیده از آن حکایت دارد که در میان غرق شدگان که اکثر آنها کودک و زن بودند، مهاجرانی از افغانستان و سوریه مشاهده می شدند. حضور نیروهای داعش به تازگی در افغانستان و نسل کشی های این گروه به همراه بیش از 3 دهه جنگ داخلی در افغانستان موجب شده است که نیمی از جمعیت افغانستان حداقل 1 مرتبه مهاجرت را تجربه کرده باشند. این تو استانبولت باباره. الان با یه دونه این ماشین خوشگلا میفرستمتون ارومیه. ارومیه که رسیدین 14 ساعت پای پیاده میرین اونور مرز. ولی پای پیاده که دارم بهت میگم سخت مسیرش. مسیر کوهستانیه، دره است، شرایطش ناجوره. الان داعش باش اونجا باز شده اونور مرز. یه ذره ناامنه دیگه. ولی میتونم 3 ساعته از کنار پاسگاه خوشگل ردتون کنم. خانومته؟ بله. ارزش داره. زن همراته یه ذره پول خرج کن. سر چی سر شور کن راحت میبرم اتون بارم ارزش داره. خب پیسه ندارم. یعنی پول ندارم. میدونم خانم روزی 50 تا افغانی داریم رد میکنیم. فقط بچه کابل نیست. اینجور جا باید پول خرج کنی. همه تون میگی ما نداریم. اینجا باید خرج کنی دیگه. ما برامون بحث جون مسافر فقط مهمه. نه آخه ما واقعا نداریم. باش میره اونور میرسی شهر واد. یه اسکندر نایی میاد دنبالتون. سیبیلوه کنار لاله کوچه شیخال گوشی داره. این نشونه شما یادت باشه. میاد اونجا براتون میبره کجا میارتون استانبول. شبو استانبول میبینین، استانبول هم با هم میبینین. فقط مشکلش اینه که یه اتاق خواب بیشتر نداره. 5-6 خونواری این باید رو هم اونجا بخوابین. حالا یه شبو سخت بگذرونین. مشکلی نداره که. صبح از اونجا بالا میشی میرین کجا میرین؟ ازمیر. یه بچه خوشگل چشزاقیه میاد اونجا دنبالتون، اسمش تارکانه. اون تارکانه نه آخاننده، اسمش تارکانه. میاد اونجا، رسید اونجا هولاش 10-12 نفر شدی. یه قایق خیلی خوشگل براتون میخره. فقط یه چیزی حواست باشه. اونجا رسیدین پول میدی واسه جیریقه نجات. اومدم. چیدین قایقاتون شبیه ایناست که تو اخبار نشون میدن همه غرق شدن، اینا قایق بادیا؟ نه خانوم، اون قایق بادیا مال لاین استرالیا است. ما با اونور کار نمیکنیم. 10 بارم ایمیل زدیم گفتیم اینا رو جمع کن اصلا. آبروی ما رو هم بردن. اینجوری نیست، فقط حواست باشه رسیدی اونجا جیریقه نجات میخریم. اگه 1% هوا خراب بود، دریا موجش، هر چیزی سیور وا میسی میگی ما نمیریم. گرفتی چی شد؟ لب ساحل واسدی جزیره رو میبینی. 45 دقیقه تا 1 ساعت از روز ساعت اونوری. به ما گفتن که 7-8 ساعت اینا باید تو راه باشن توی آب. اونا شب راه افتادن، هوا خراب بوده، دیر رسیدن. از این بابت خیالتون راحت باشه. قایق هم مطمئنه کف چوبم بس تش رو آب میمونین. اصلا نگران نباشید. فقط نزدیک ساحل که شد موتور رو باید وا کنن بندازن که بدونن رسیدین اونور. گرفت شد. اون یکی ساحل میدوین. الله. مشکل نداری اوکیه؟ بشین اونجا پیش بچه ها حالا بیا. شما دار رفت شما شما نه خانم آقا باشیم بیه سوار شما کنیم بریم رضا بیا پایین. چرا؟ باید بری بشین صندوق عقب. چرا خو؟ چرا نداره؟ ما با مسخان گپ زدم. گپ بد نکن واسه ما عقب مسافرتون و خانومتون باید بری بشینه جلو. ما گفتم میخوام با خانومم بشینم. حرف زیادی نزن بابا. با این پولی که تو دادی و همین که بزنم صندوق عقب بشینه باید خدا هم شکر کنی. بیا برو بشین بابا. بیا برو عقب.
بیا پایین. بیا قشنگ نمره ما جلو. ما امیر دارم برای جلو بزنم برو خودت هم شکر کن. شوالت جمع کن. بیا. بیا شما ستا. بیا بشین جو. آشکان شما بیا. بیا بشین سری سری سری. آشکان یکم تونتر تو خود شب شده بود. بودو آقا بودو. همه دیگه. همه دیگه. شما اونجا بشید. برو تو دیگه. بشین آقا جو بشین. برو تو دیگه نگاه هم بکنه. برو تو. برای من مشخص کنی با چه راننده میخوای بری، با چه ماشینی میخوای بری. اونجایی که تو پیاده شدی میبینی چه جای خطرناکیه؟ نزدیک مامورا پیاده شدی، تو رو میگرفتن، چهار تا همزبونت رو میکردن. روزی 50 تا افغانی من دارم اینجا رد. نه بابا تو فقط ناموس داری. موتران به نام صدا مده به خانم بعد گپ زد. اصلا خوشم نمیاد از گپ زدنش. خوشم نمیاد. من بعد واسه راننده ردیف کنم از گپ زدنی که خوشت میاد. راننده من آقایی کرده رو صندلی جلو نشون داده. صندلی عقب یه قیمته، صندلی جلو یه قیمته، زیرپای یه قیمته، صندوق عقب یه قیمته. چیکار کرده زنت مگه رو پاش نشونده؟ ما به کار کار ندارم. یا ما رو با موتران دیگه روان کن یا اینکه پیسه ما رو پس بده. پیسه کجا؟ پیسه دست راننده است رفته. پیسه دیگه نیستش. اون پیسه رو خرج چهار نفر میکنه. چهار تا آدم میخواد رد کنه. آره من مگه چی گفته این واسه من غیرت بازی در آورده؟ الان شما داری میری یونان چهار تا جمله برمیگردم به شما میگن یه حالیش میشه سر خودمو اشتباه کردم. چیکار میتونم بکنم؟ من همون اولش به شما نگفتم سر کی سر چون کنی بشینین این آدم رو صندلی بغل هم رنی هر جا میخوایم بریم بریم. خدا پول نداریم. پول نداری چی؟ همتون میگین پول نداری. پول نداری چی؟ پول نداری واسه چی اومدی پس؟ کاری نمیتونم بکنم. قبلا گفتم الانم میگم 6 تومن میگیرم میبرم به خاطر خانم 4 تومن. تا شب نشد یه دونه ماشین دیگه بیشتر نره. پول نداری از این در میگم راه ندونه. همینجاست؟ آه همینجاست. ظلمه اکسای همینجا رو برام راون کده بود. چقدر کلانه. چرا غم پیداش کنیم؟ آورا میشناسم علی جانه ایسی دو سه ما پیش رفت کرد. کار ساختمانی از اینجا رفت. برادر جان بچه رو لنگ ظلمه هستم.
آدرس از دوستا و آشنا کسی نداری برای آدرس یا شماره پیدا کنم؟ فقط اینجا کار میکرد، کار میکرد با هم همکار بودیم از اینجا رفته دیگه. من از اون آدرس چی پیدا کنم؟ آقای جان، رو خدا اگه میتونین یک کار کنین، نگه آدرس پیدا کنین. خور جان تو خودت میفهمی در این تهران در این شهر کلان ما رو چرا کم با شما پیدا کنم؟ میفهمم که یک آشنایی چیزی من چون نمیدانم کاکا جان، تو رو خدا ما دم بچه های ساختمانی در منطقه یکی را میشناسم، من زنگ برش بزنم از اونم. تشکر برادر جان، دیگه کار مکرده نمیتونم. تشکر. والا بیادر یکی از امی دوستا آمده امی ظلمه بود به شما کار میکرد. ظلمه اونمو اک بامیان بود، اونمو بیادر کار دارم به شما کجا تمو بخی اک کار ضرور است. والا اک بتا وطندار آمده خو کجا یفتی تیر؟ کجا همو آدرس ها بده که یارم ارائی کنم این بیچارا پشتمو میگردم. سلام، خسته نباشید. سلام، سلام. خوب هستی؟ خوب هستی؟ شکر، زنده باشی، بفرم. با ظلمه کار دارم. ظلمه نیست، رفت بیرون. یک ساعت بشه رفته بیرون. کی میاد؟ همه چیزی نگفت، همه فکر کنم تا یک ساعت با دیگه بیاد شما. شماره ازش نداری؟ شمارش نه، شمارش من ندارم، همه دوستش داره در بالا، شریف. میتونی از او بگیری؟ سلام وطندار. سلام، بنامشید. سلام وطندار. شمارش رو بگیر. 0900 یک بزن. بفهم. 0936 بله. 420. الو، سلام ظلمه جان، خوب هستی؟ نبی هستم، نبی هزاره رفیقت. ما امروز تازه از افغانستان آمدم، سر ساختمان دستم. آدرس اینجا رو از یافته گرفتم. ظلمه جان کی میایی؟ ما با خانومم هستم، کتت کار دارم. ظلمه جان حتما تا یک ساعت دیگه میایی؟ باش، پس ما پایین منتظرت میشنم. خداحافظ.
چه خوب با اشاره میای. گوش نشدی؟ آه گوش نشدم. لذا برای لغمه جور کردم. قربان دستت. سلام علیکم جان جور بخیر سبتان خوب خوب هستی؟ خوب هستی؟ سلام هم چیده خوب هستیم سبتان خوب رفیق ظلمه هستی؟ آه رفیق ظلمه هستم پشتش آمده میایه بخیر یک نیم ساعت یک ساعت دیگه حالا چی رو دهی یخی شیشتیم اینجا؟ نه خوب هم اینجا همینجا خوب هست بیا بریم بیا داخل همشی رو بیا بریم اینجا اتاقه که از زن بیادرم قد دختر اگه خوردش از همونجا بشینین بیا نه دیگه مزاحم نمیشه چی مزاحمتی لقمه اگه که نانتان هم بانین یک وقت دیگه بخورین زن بیادرم یک ذره شوربا پخته کرده مورد دور هم میخورین سلام خاله سلام چایی مایی برازی ها جور پیارده بیرون یخ زده بیا ما اوتو هم بریم بالا خوش آمدیم نشکر زنده باشیم چایی میخوره؟ نبی جان که آمدی بخیر امروز آمدم از افغانستان. بخیر باشی، بخیر باشی. سلامت باشی. چی رقمی آمدی نبی جان؟ پاسپورتی آمدی یا قاچاقی؟ نه، قاچاقی آمدم. یه چند روز در راه بودم که یک روز پیاده آمدیم. ولی چون پیسه ما کم بود، در صندوق عقب موتر آمدیم. صندوق عقب موتر آمدی؟ آه. سه سال پیش برادر 15 نفر ما آمدیم در یک موتر. 4 نفر ما در صندوق عقب انداخت. ما سر در پای. پای از او ددان ما از ما ددان از او بدر. ما یک مشکلی دیگه باز اینجا داشتیم. چه مشکل داشتی؟ یک سرای زنم بود زنگ زده رایی بود کجا هستی؟ کدام زنه؟ همین زن رزه ایم همین زن دومه که زیاد دوست داره؟ نه 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 وجدانه بس روز کجا هستی؟ ما بایدون باید میران در صندوق عقب نگه نه سوای زن مه ما بایدون به وجدان سوای زن نیست ما در صندوق عقب محتر هستیم ما گفتم به وجدان امیر توی که خبر بیتی عجبا توی به ناموز من میگم من چی قرار در زن تو به ناموز ما به ناموز به وجدان امیر بو فامان که در کجا هست این به سارا گوشی گرفته قد از او گپ زده تا زن ما فهمیده که ما کجا هستیم ما میریم مهران پشت یک لغمنان کار کنیم ما رو شما راهی کنیم اینجا مشکلات داره ما شما بعد ها مشکلات که زیاد است ولی برای همین ما کت خانم خو میخوام برم آلمان آلمان میری بیاد آلمان چی میتونی نه این راه پر خطر راه خراب چی میگین زن جوان خودت فاز خودم یه بیش یه کار کو یه غریبی که یک لقمانون در میری دیگه مجبور هستم خیلی بیاد کن نبی جان تا امروز که نمیفهمیم نام تا یال فهمیدم نبی جان از ما چند روز پیش بیادرم رفت طرف ترکیه خودت دیدی زن و دخترکش در پایینو پیش ما است امشب از غم از او من تا صبح با والله چشم سر چشم نماندیم این راه رای به اصلاح زن و بچه نیست این راه بسیار مشکلات داره باز خودت میفهمی ولی این راه رای زن و بچه نیست میخواد چاره ندارم مجبورم اینه والله قچاق برزن خدای خیره خدای خیره الو بله اینی احمد میبینی بردارش بله سه چهار شده که رفتن ای وای خطرناک نگه کشتی غرق شده 40-50 نفر هم از بین رفتن خدا کنه که دوال خوش برزی به کمی خیالش راحت شده از اینه فرشته جان سه سال آمده مهران روزای اول شویم یک چند وقت دمی خانه بود بیکار دمی بیادر شویم دمی ما کمک کرد یکم بعد از او خدا رو شکر شویم سر کار شد پول خانه رو بر ما جور کرد مقصد دست ما دمیدان ما میرسید ما چون چی شد یک دفعه گفت من میرم خارج گفتم نرو رفت دیگه حالا چند روز ازش خبر ندارم هیچ نمیفهمم کجا هست حالا من ماندم همی دختر احمد بیادرشوی گفتن یک چند وقت هم اینجا باشم یک خانه براتون کرام میکنم برای فعلا هم اینجا آمدم تا برای ما خانه کرام کنه برم یک خبر خوش بده دیشب که ما خبر شدیم هم از غرق کشتی در یونان که میرفته از ترکیه بسیار نگران استیم باور به خدا که کشتی تا صبح خواه نکدیم نه مز، نه زنش، نه دخترش خب خبردار یز وید
خبری خوش بیتی برم بازم پس خود تو اختیار خدا چی گرافتی کل اگه اجرا مفتن نگه بیا که بدن الان چی خبر است کی گفت نه بابا در خودچقی باز خطرم دار ببین که عزیز را میایی چند روز خطر دار با عزیز تو بسته باشی بری به اروپا بری اونو بس خبر آمدم از این مرز وعیدم هست های خوبه خدایا ببر زن و چی بگو این چی بگو 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 این چی بگو احمد چی شدن؟ چی شدن آمد جان؟ چی شدن آمد جان؟ دادر جان چی شدن؟ چی شدن دادر؟ باید از باید رو کی؟ کی گفت؟ همی حالی تلیفون زدن میگه باید هم که زمین پشتایی که دفاید تلفون آمد باید هم چیکار شده؟ چیا بابا بده چی سر شده؟ چی؟ احمد به سر داو خاک شده. الو یونان میاد. 45 نفر بده برادر عزیز. چی بود؟ این امروز خبر شما دیم شما خبر. آره فر باز نرسیدم یه دی چی بگم؟ خدایا. خدایا. بچه ها کیس؟ بچه ها از افغانستان آمدن. تازه رسیدن امروز. امروز آمدن؟ امروز آمدن. نام چی بوده؟ نبی امروز آمده از افغانستان. مطمئنی که امروز آمدن؟ امروز آمدن. الو سلام مادرت کجاست؟ بیتی گوشی را الو خواهر سلام این نبی که بیادرش بچه تر کشتالی کجاست؟ کجاست؟ خبر نداری؟ ایران؟ ایران؟ خواری بی پدر و بی مادری قاتل میسه که در ایران آمده در ساختمانی که ما کار میکنیم همون جاستک قاتل! قاتل! بیادر از این خواهدان 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 باشه باشه فقط زود باشه فرشته شماره ظلمه برم بگیر همین شماره یکم کارگر گرفت باشه
ایشون. باش، فقط خوش باش. باش. چرا خوارو داری؟ خب چرا نرفتی هنوز؟ هیچی بابا آقای خود مشکل من مرمون چی شده؟ کم پول کم آوردم آدم از آقای رافی پولم بگیرم مگه قبلا پول اینجور چیزاتون رو جور نکرده بوده؟ چرا؟ جور کرده بودیم حالا یه جریانات اینا داره بعد بهت میگم من انشالله که پول بهت میدم مگه ما با هم حرف نزدیم تو هم قبول کردی نکردی چرا قبول کردم ولی خب اون موقع شما من گفتی من مجبورم و پول ندارم و اینا منم اجبارا قبول کردم خب حالا من میبینم پول حسابو به دردم نمیخوره من اینجا لازم دارم آقای انشالله به امید خدا این پول درست میشه ولی به خدا منم ندارم قبلا هم نداشتم الانم ندارم دست و بالم تنگه مگه نمیبینی چند بار حقوق بچه‌ها رو من ندادن خب نیست ولی خب من خیلی لازم دارم من امروز باید برم تا این پول راننده رو ندیم برو نمیبره حالا تو وقتی رفتی استانبول میری پیش آیدم طلبتو میگیری دیگه از اون بگیر کار حله چیزی نیستش که اصلا بیاین باز حرف خودتو بزن شماره آیدن رو بزن تو گوشی بزن اون گوشی همراهم نیست خیلی خوب صاحب خانم از اجازه بده من شماره آیدن رو برات مینویسم بهش زنگ بزن اونجا جان سلام عکس و فیلم هایی که بر روان کدومه دیدی دیدی که چقدر مردم دایی را از بین میرن اشتوککار دیدی زنها را دیدی فرشته جان من میفهمم که نبی تو را دوست داره نبی گفای تو را گوش میکنه نبی را نمان که بره فرشته جان ایرایش نیست فرشته جان در نبی بگو که در ما ایران زندگی کنید من تو را دوست دارم فرشته جان فرشته جان ایران خطرناک است تو را به خدا نرین چی میگه؟ هیچی دیگه بازم حرف خودشو میزنه خب یعنی چی الان؟ یعنی که گفت پول ندارم رفتی ترکیه از اون یارو که ازش طلب داره گفت پولمو از اون بگی این نداره از بچه ها شنیدم یه کارگاه دیگه هم داره میزن ندا یادت اینجا کار میکرد؟ بعد از چشمو بیچار صداش در اومد پولشو که نداد هیچی آخرم یه بهونه جو که انداختش بیرون سه ماه هم هست حقوق منم نداده واقعا پول ندا رو ندار؟ ندارم ندارم مش واسه ماست ولی خب به من یه شماره داد مریم گفتش که رفتیم تو ترکیه به این زنگ بزن پول از این بگیر کی هست؟ شبم... آیدین بود اسمش چی بود؟ گفت شبم ببخشید جا خواب میده جا خوابم میده حالا بریم پولتون میده جا خواب پیش کشش بفهم که شماره مسدود است یعنی چی؟ یعنی پیچوندتت دیگه این تهران بهت پول نده میخوای ترکیه بهت پول بده برم تو هلسه داشتر میاد سفرت به سفر یادت نه عکس بگیریم
کنی؟ سنتو میام فهمی بچی داد میزنی؟ بچی داد میزنم، شما که شما دیگه کلا مسدوده. تو چی بلدی؟ من بلد نیستم معلم گرفتن اینو میفهمم. مریم غلط کرد تو. مریم. بچی داد میزنی میزنی. مادر میارم دیگه، تو نگران نباش. نه از مکتب آمدم، با یه خورده نفس میگرفته. چشم میارم، ده پدر بگو نگران نباش، میرسه در دستش دیگه. آره میرم کارگاه. خیلی مواظب خود خوب باش. باشه مادر. سارا خوبه؟ خیلی مواظبش باش ماما. باشه باشه باشه. خدافظ خدافظ. همینجاست؟ هر دیگه خودش گفت زیر پل. مطمئن نمی پول است؟ آره خودش گفت پل کرم خان دیگه. سلام. خوب هستی؟ کجا هستی؟ از صبح تالا دنبالت میگردم. من شماره مرا نداشتی، یک زنگ بزدی. داشتم تو را کام دیدم پلیسا گیر کرد گوشی و تمام وسایل. سر ساختمونت هم که رفتم جنگ شد دیگه نبودی. گامش نو به فدرار ایلاک و سر چی جنگ شد؟ بعد نگم فلمه جان پیسه کار دارم. ما پیسه چی میدیم؟ ما امروز با قشاقبر وعده دارم باید بریم خارج. چقدر کار داری؟ تشکر برادر جان، 3-4 میلیون پول داری. 3-4 میلیون؟ باشه خدا مهربانه، بریم اونجا وطندارا هست صحبت مگنه جان. تشکر. بیا که بریم. پس ما خانم خورم بگم بیایه. خانمت نه بر اونجا جای زنان هست، کلش مجرد از اون. بیا که بریم، بگه یک ساعت باید برمگنه. بیا بیشید.
چیکار کردی با خودت؟ چیزی نشد. چیزی نشد زدی لط پا کردی خودتو؟ آموسا، یک کمک به ما بده. ما باید حتما امروز از ایران برم. خانومت کوش؟ کت خود نمیبرم. ولی مرد که سر خانومت نیومده؟ نه. آموسا، تو رو خدا کمک به ما بده. یک برادری که در حق ما. خانه تا باید به مقصد برسوم جبران میکنه. پولمور جور کردی؟ نه، شرمنده. الان باید پول راننده بدم سرویس آخرم یه عالم آدم علاف. در حق ما یک برادری بود. جان بچه‌ات قسم میدم. به مقصد برسون حتما جبران میکنم. یاسه! فرشته جان، یادت هست اولین دفعه که ما تو را با هم دیدن از پیش چشمشان فرار کردیم؟ یادت هست فرار کردیم تا به اونا بفهمانیم که ما تو با هم نیستیم. فرار کردیم تا به اونا بفهمانیم که اونا اشتباه میکردن. فرشته جان، ما اون روز فرار میکردیم اما نمیفهمیدیم که تا آخر تقدیر ما تو فرار است. ما اون روز از پیش تو دور میشدم و به تو نزدیک بودم. مثل امروز، مثل همیاله. چند روز پیش که برای تلفن کردم گفتم که میایم ایران تا با هم بریم خارج، بریم در گوشه دنیا دور از چشم مردم زندگی کنیم. من در وقت به هیچ چیز غیر از پیش تو بودن فکر نمی کردم. ولی آله همی دقیقه به کل چیز فکر میکنم. به اتفاقایی که در افتاد، به سختی هایی که کشیدم، به او چیزایی که ما در دیدم، خدا را شکر میکنم که تو پیشم نبودی. فرشته جان، یک ساعت پیش که به جرم گناهی نکده در زیر دست و پای چند نفر لتوکوب میشدم، فریاد میزدم که من بی‌گناه هستم، من گناهی نکردم. فهمیدم که هیچ کس صدای مرا نمیشنم. من امروز حال همون روزی را دارم که اولین دفعه ما تو را با هم دیدم. فرشته، من مثل همون روز فرار میکنم. فرشته، من امروز فرار میکنم که تو را همیشه داشته باشم. این راه رای نیست که من تو را ببرم. من برای که تو را داشته باشم تنها میرم.
سلام فرشته خانم. خسته نمیشم. سلام علیکم. شلوار بابام آماده شد. باشه آماده شدیم میخوایم بریم مهمونی. دو دقیقه بازی میکنیم. بودت دیگه بودت. دو دقیقه. بودت. یالا یالا بودت.